هستیم که ما فکر میکنیم زندگی بد نیست. این به خود ما بستگی داره. خداوند هر کس را خلق میکنه، اگر سالم خلق میکنه یا معیوب یا معلول هر چی که است، او اول خدا میاندیشه بعد خلق میکنه. من درست از روزای سخت زندگی من دیدم و من حال متوجه شدم واقعا که معجزه‌ای که من از سوی خدا انتظار داشتم، اون معجزه داخل درونیم بوده. من خود معجزه بودم. داخل درون کل ما یک معجزه خارق‌العاده است که ما باید خودم خواهد. خداوند فقط کمک میکنه و ما باید خود ما کوشش تلاش کنیم. باور کنید، آیا این را فکر کردید که هیچ کس کامل نیست؟ ما درست از خیلی ها رو میگیم ای فلانی چقدر تواناییش بالا است، ای تو است، او تو است. شاید با یک چیز او اصلا توانایی نداشته باشه. هیچ کس کامل نیست. کسانی که میگن حافظه ما ضعیفه است، یا کسانی که میگن من مقبول نیستم، یا کسانی میگن که من اقتصاد ما ضعیف است، ای تو است، او تو است، اینا فقط حرفای الکی است. همه ما فوق‌العاده هستیم، باور کنید. همه میگن انسان‌های موفق کسانی هستند که لذت خود را به تعویق انداخته و به کوتاه مدت قربانی میکنه و به دراز مدت تا لذت بیشتر را نصیب خود سازند. و من مطمئن هستم که از هوس‌های بیجا، از تفریحات بیجا ما دوری خواهد کردیم. ما دوری کردیم. اگر ما میشه همین قسم بیکار باشیم و میخواییم تفریح کنیم، اصلا زندگی شیرین نیست. باور کنید که درد و رنج همش دوست ماست. همش ما را قوی میسازن. ما اول وقتی که پیش از اینکه شب بخوابیم، اول به این فکر کنیم. وقتی ما صبح از خواب بیدار شدیم، باید اولین کاری که بکنم چیست؟ چی خواهد بود؟ برنامه من فردا چیست؟ من باید فردا چی کار کنم؟ نه اینکه بخوابیم و بگیم فردا آخر از خواب میخیزیم و کارهای خود ادامه میدیم مثل روزای همیشه. نه خیر، ما باید فردای ما نسبت به امروز باشه، فردای ما نسبت به امروز فوق‌العاده و تفاوت داشته باشه. باید برنامه داشته باشیم. میگن برندگان همیشه یک برنامه دارن، بازندگان همیشه یک بهانه. و من مطمئن هستم که شما اصلا بهانه ای ندارین، برنامه دارین و برنده هستین تا فوق‌العاده هستین. از همین حالا شروع کنیم، از همین حالا بخیزیم. هیچ کس، اگر ما کسانی را متوجه شدیم که وقتی مبازه یا مثلا ناامید میشن، من از خاطر فلانی بودم. نه خیر، از خاطر هیچ کس نبوده. نه از خاطر خانواده ما هستن. وقتی که اگر ما ببازیم، اگر ما بیکارا باشیم، ما این به خود ما بستگی داره. نه خانواده تقصیر داره، نه دولت و نه کسی دیگر، نه دوست. و ها انتخاب دوست، ما باید خیلی دقیق باشیم برای انتخاب دوست. ما باید امرای کسایی در ارتباط باشیم، امرای کسایی گفتن شنود داشته باشیم، امرای کسایی نشست برخوردار داشته باشیم که ذهن قشنگی داره، ذهن ثروتمندی داره و بزرگ فکر میکنه. ما وقتی پهلو اونا باشیم، واقعا ما بزرگ فکر میکنیم. اگر ما امرای کسایی باشیم که اصلا به درد ما نمیخوره، زندگی خسته است، افسرده است، باور کنید خود ما هم افسرده میشیم. ما خودم یه تجربه کردم. باید امرای کسایی باشیم که واقعا زندگی خود ما تغییر کنن. حداقل روز یک ساعت مطالعه داشته باشیم. اگر میخواید رشد کنید، اگر میخواید ترقی کنید و اگر میخواید کاری را انجام دهید، اول زمانش مطالعه کنید تا اما کاری را که میخواید انجام دهید فوق‌العاده انجام دهید. واقعا ما فوق‌العاده هستیم. کسانی که میگن من ضعیف هستم و من تو هستم و تو هستم، فقط باید جمله میتونه زندگیش تغییر کنه واقعا. و
از خانواده هایی که واقعا معلول و معیوب داره ازشان خواهشمند هستم که لطفا خجالت نکشن همچون معلولی دارن. مثل خانواده خودم صبور باشم. مثل خانواده خودم معلول ها رو تشویق کنم. ما هم فوق العاده هستیم. ما کسانی که معلول هست من متوجه شدم خیلی ها که وقت اونا رو میبینه حیف میخوره. چک چک میکنم. ای وای بیچاره. نه خیر. ما از چیز متنفر هستم که حیف بخوره کسی. چرا حیف میخوری؟ مگه کنم چیزی ناگوار خطرناکی دیدی؟ این هم آدم هست. این هم انسان هست. چرا؟ چرا باید حیف بخوریم؟ برعکس، برعکس خیلی تشویق کنیم باید. باور کنید اگر ما دل ما پاک باشه، اگر ما خود ما با عشق زندگی کنیم، چرا زندگی قشنگ میشه؟ من خودم، حالا من واقعا تجربه کردم. من کسی بودم که چند سال پیش من کسی بودم که از زندگی خود خسته بودم. من چند سال پیش کسی بودم که آرزوی نیستی میکردم. و حالا خودم میگم زندگی فوق‌العاده است. و این دید مثبت خودم است که خودم دیدم تغییر کردم. خودم کوشش کردم تغییر بدم. شما یک قسم فکر نکنید که من یک دفعه نقاش شدم. یا شما یک قسم فکر نکنید من یک دفعه یک قسم فوق‌العاده همین قسم به دنیا آمدم. نه خیر. من روزای سختی را دیدم. حتی کسی نبود که من دلداری بیدم. و حال هیچ وقت تصور نمی‌کردم که در جمع شما بیایم همچین صحبت‌های بکنم. و این امیدواری خودم بوده و من همیشه از خدا سپاسگزار هستم که معجزه‌ای که به وجودم بوده رو پیدا کردم. و یک از امرای کمک خانواده‌ام بوده و خدا بوده. همه ما یک معجزه داریم. باور کنید. بیاییم معجزه‌ای رو خلق کنیم که حتی خود ما ایران شویم. بیاییم الگوی همدیگر رو همدیگر قرار بدیم. بیاییم دست به دست هم بدیم و با عشق زندگی کنیم. زندگی همیشه زندگی. خیلی تشکر. سلامت باشین. امیدوارم که از حرفای پراکنده من خسته نشده باشید و انشاءالله که سالهای بعد ببینیم که شما به قله های بلند هستین و شما به اون نوری که میخواین هستین و شما به اون نوری که میخواین برسین به اونجا قرار گرفتین. این از قدرت زن داده دیخز پیارتی روبابا. کی است روبابا؟ همان زنی که با نداشتن دست و پا یک نقاش بزرگ شد. همان زن با نداشتن دست و پا یک نقاش بزرگ شد. خب من جا متوجه یک نقاشی شدم رو بابا جان. یک قهرمان کشور، یک قهرمان کشور عکس قهرمان دیگر از کشور را نقاشی می کند. جنرال رازق بلکن رو بابا جان. با افتخار رو بابا جان کم کنم. دیخت پیارتیا، قدرت زن. با قسمت اخیر از برنامه رسیدیم و در این بخش از برنامه همکار عزیز خود را بانوی موفق که به قله های بلند رسیدن. همیشه دوستان ما بحث میکنیم درباره موفقیت. چگونه یک برادر موفق باشیم؟ چگونه ما میتونیم یک شوهر موفق برای خانم خود باشیم؟ چگونه میتونیم یک پدر موفق باشیم؟ چرا که کهان شویم و جیل خم بور با وزیگو در تو زمان لون، در تو زمان زوی کمه غلطی و نکری در تو زمان زوی یا لون بخبر جمن که خوشحال با وزیگی نیک ساله با وزیگی او هیز کل از در حقی نمانه جاوریگم زین مرگان تو مالی دلی دی و نیم اشپکی توی بچه نماز نستی دی ولی مولی خورده غم کده خورده جنجال کده ولی پلاره زده دی خور غم دارم زده دی ورور غم دارم ولی ورور اتده لامل که اگه چطه دا گناه بکری نپویگم شاید ما تایی و جیر خور تر وسته نموسی داده بی. خب روان شناسی بخش مهم از برنامه قدرت زن یادی خز پیارتیان روان شناسی تشکیل و ما موفق شدیم بعد از کوشش های بیشتر ما بانوی موفق کشور را پیدا کنیم، جستجو کنیم و همکار عزیز ما برای همیشه در این برنامه امرای ما باشد.